سلام بچه ها، به کانال World of Tanks خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از بازی‌های آماده کردم که شما توشون به جای زامبی بازی میکنید. زامبیا بیش از 30 ساله که توی دنیای گیمینگ حضور دارن، اما همیشه اونا دشمن بودن. اگه از این قضیه خسته شدید نگران نباشید، چرا که من امروز میخوام شما رو با 10 بازی آشنا کنم که بهتون اجازه میدن به جای زامبی ها باشید. شماره 10، پلنت ورس زامبیز گاردن وارفیر. درسته که اولین نسخه های پلنت ورس زامبیز فقط به شما اجازه میدادن در نقش گیاهان باشید و بعد زامبیایی که به سمت شما میان رو نابود کنید، اما نسخه اسپیناف این فرانچایز یعنی گاردن وارفیر این اجازه رو به شما میده که در نقش زامبی ها هم باشید، چرا که توی این بازی سوم شخص شوتر تیم زامبی ها در برابر تیم گیاه ها قرار میگیره و شما میتونید از بین کل کلاس مختلف زامبی مورد علاقتون رو انتخاب کنید و بعد سراغ گیاه ها برید و ازشون انتقام بگیرید. و خب یه چیزی هم قطعا وجود داره، زامبیایی که توی بازی گاردن وارفیر هستن خیلی خیلی از زامبیای نسخه کلاسیک قوی تر هستن. بین گیمرها همیشه اختلاف نظر وجود داشت که پلنت ورسز زامبیز نباید از اون حالت خودش تبدیل میشد به گاردن وارفیر، اما به شخصه من با گاردن وارفیر حال میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم اگر به سوم شخص علاقه دارید و پلنت ورسز زامبیز رو هم انجام دادید حتما سراغ این بازی برید. شماره 9، بنن اند. اما یکی دیگه از باحال‌ترین بازی‌هایی که به شما اجازه میده در نقش زامبی ظاهر بشید، بنن اده. یعنی یک بازی پلتفرمی خیلی بانمک. زامبی داخل این بازی اسمش بنه که توی کلی از رقابت‌های ورزشی شرکت می‌کنه. بدون چرا؟ خب چون بن در واقع یک دونده بوده و بعد از اینکه اولین مدال خودش رو می‌بره، کشته میشه. حالا اون دوباره به دنیای زنده‌ها برگشته، اما این بار در نقش یک زامبی که شما باهاش توی رقابت‌های ورزشی مختلف شرکت می‌کنید. اون می‌تونه با یک پسر بچه به اسم دوست بشه. این دو نفر میتونن لحظات خنده‌دار خیلی زیادی رو برای شما توی این بازی رقم بزنن. از نظرم یکی از بهترین چیزایی که در مورد بنن اد و کاراکتر بن توی این بازی وجود داره اینه که اون توی مسابقات میتونه از قابلیت زامبی بودن خودش استفاده بکنه. یعنی یه جاهایی برای اینکه عبور بکنه سر خودشو بکنه و پرت بکنه، یا اینکه بعد از اینکه نصف شد خودش رو روی زمین بکشه و به خط پایان برسه. به نظرم یکی از غمگین‌ترین چیزایی که در مورد این بازی وجود داره پایانشه، چرا که در آخر وقتی که اد گرفته بن رو بغل کرده، متاسفانه بن میگیره اونا میخوره. شماره 8، کانتیجن. کانتیجن یک بازی چند نفره سوایور هارره که انصافا میتونه حس ترس رو خیلی خوب به شما منتقل کنه. هدف توی این بازی خیلی ساده است. انسان‌ها در نقش بازمانده‌ها هستن و باید در برابر گروه‌های خیلی زیاد زامبیا از خودشون مراقبت کنن. توی این بازی انواع اقسام مات‌های مختلف وجود داره که توی همه‌شون شما به عنوان انسان بازی رو شروع می‌کنید و با زامبیا و هر از گاهی هم با انسان‌های دیگه مبارزه می‌کنید. اما یه نکته خیلی باحالی در مورد بازی کانتیجن وجود داره. اگر شما توی این بازی چند نفره در نقش انسان باشید و بعد کشته بشید، حالا در نقش زامبی به بازی برمیگردید و میتونید سراغ بقیه دوستاتون که اونا هنوز انسان هستن برید و با گاز گرفتنشون اونا رو هم تبدیل به زامبی بکنید. یه چیز باحال دیگه هم که در مورد این بازی وجود داره اینه که توی اون هیچ زامبی عجیب و غریبی وجود نداره. زامبیایی که قدرت‌های خفن دارن. زامبیا داخل این بازی کاملا معمولی و کلاسیک هستن. یعنی فقط میتونن به سمت شما راه بیان و با گاز گرفتن شما را آلوده بکنن. شماره 7، لفوردادو. اما قطعا بدون هیچ تردیدی بهترین بازی چند نفره سوایور شوتر لفوردد دوه. بازی که تقریبا 10 سال از ساخته شدنش میگذره، اما هنوز که هنوزه پلیرهای زیادی اونو توی استیم انجام میدن و ازش لذت میبرن. این بازی در طول این سالها همیشه آپدیت شده و میتونه شما را سرگرم بکنه. حالت استاندارد بازی لفوردد دو اینطوریه که شما در نقش یک تیم 4 نفره از بازمانده های انسان بازی میکنید و بعد مراحل یکی یکی به اتمام میرسونید. در طول این مراحل شما با و اقسام زامبی های مختلف که انصافا قوی و سریع هستن رو در رو میشید و باید با همتیمی هاتون اونا رو از بین ببرید. خب یک مود خیلی باحال توی بازی لفت فور دد وجود داره، مودی که به 4 نفر اجازه میده در نقش زامبیا ظاهر بشن و با 4 تا انسان مبارزه بکنن. این 4 تا زامبی معمولا زامبیای خیلی خفن بازی انتخاب میشن، یعنی کسایی مثل تانک و ویچ ها. اگر لفت فور دد رو روی استیم دارید و میتونید اونا به صورت آنلاین انجام بدید، حتما بهتون توصیه میکنم که این مود رو تجربه بکنید. شماره 6، دد رایزینگ 4 DLC فرانک رایزینگ.
قطعا هیچ بازی به اندازه فرانچایز دد رایزینگ به شما اجازه نمیده که زامبیا رو به روش‌های مختلفی بکشید. کلا توی این بازی زامبی به وفور وجود داره و شما میتونید اونا رو از بین ببرید. حالا وقتی که DLC فرانک رایزینگ برای بازی دد رایزینگ 4 عرضه شد، کلا این فرانچایز یک تغییر خیلی خفن کرد. اگر دد رایزینگ 1 رو انجام داده باشید، احتمالاً میدونید که کاراکتر اصلی اون اسمش فرانک وسته، که خب به نظر من بهترین کاراکتر کل فرانچایز دد رایزینگ محسوب میشه. حالا توی DLC فرانک رایزینگ ما میفهمیم که فرانک تبدیل شده به زامبی، اما فرایند عفونتش هنوز کامل نشده و اون بخشی از انسانیت خودش رو حفظ کرده. به همین دلیل اون داره دنبال یک راه درمان میگرده تا بتونه دوباره به انسان تبدیل بشه. با اینکه شما بخشایتون زامبی شده و قدرت‌های اونا رو به دست آوردید، هنوز که هنوز با زامبی‌ها مبارزه می‌کنید و حتی توی شهر به بازمانده‌ها هم کمک می‌کنید تا بتونید به هدف خودتون برسید. یکی از چیزای خیلی باحالی که در مورد فرانک رایزینگ وجود داره اینه که حالا شما به جای خوردن غذا با خوردن گوشت انسان می‌تونید خون خودتون رو زیاد بکنید. علاوه بر اون فرانک یه سری قابلیت جدید هم به دست آورده، مثلا اینکه سرعت شکم بیشتر شده و میتونه روی بقیه زامبی ها بالا بیاره. شماره 5، Red Dead Redemption Undead Nightmare. اما حالا میریم سراغ فرانچایز محبوب Red Dead Redemption و اکسپنشن Undead Nightmare، اکسپنشنی که به نظر من واقعا عالی بود. میدونید چرا؟ چون توی این بازی ما میفهمیم که در غرب وحشی سر و کله زامبی ها پیدا شده. یک روز جان مارسون از خواب بلند میشه و میفهمه که همسایه هاش تبدیل شدن به زامبی و حالا شما باید دنبال یک راه درمان بگردید. نه تنها شلیک کردن به زامبی ها در فضای وسترنی خیلی حال میده، بلکه توی این بازی شما یک سری کوست فرعی بی‌نظیر هم دارید، مثل اون کوست فرعی که باید برید سراغ پاگنده ها که یکی از غمگین ترین پایان های ممکن رو داره. احتمالاً الان دارید با خودتون فکر میکنید که شما توی این بازی در نقش جان مارسون هستید، دقیقاً زامبیش کجای کاره؟ که خب باید بهتون بگم در آخر وقتی که بازی تموم شد، بخشی وجود داره که ما میبینیم جان بعد از مرگش حالا از قبر بلند میشه و تبدیل شده به یک زامبی، اما خوشبختانه به خاطر آب مقدسی که همراهش بوده هنوز بخشی از انسانیت خودش رو داره. قطعاً اگر بازی وجود داشته باشه که به شما اجازه بده در نقش جان مارسون زامبی شده ایفای نقش بکنید، قطعاً ارزش خرید رو داره. شماره 4، مدیوال. حالا بریم سراغ یکی از بازی‌های کلاسیک پلی‌استیشن 1 که خوشبختانه برای پلی‌استیشن 4 ریمیک شده، یعنی مدیوال. یه دوره بود که بازی‌های ویدیویی واقعا خودشون رو جدی نمی‌گرفتن و داستان‌های عجیب باحالی درست می‌کردن، داستان‌هایی که اکثرا خنده‌دار از آب در می‌اومدن. مدیوال یکی از اوناست. داستان از این قراره: در دنیای مدیوال یک جادوگر خیلی بدزاد پیدا میشه که میخواد دنیا رو فتح بکنه. به همین دلیل پادشاه سربازای خودش رو همراه با یکی از بهترین فرماندهای خودش یعنی سر دنیل به جنگ میفرسته. اونا جنگو میبرن و سر دنیل در طول این نبرد دچار یک مرگ قهرمانانه میشه. البته این چیزیه که پادشاه سرهم کرده. در واقعیت اینطوری بود: وقتی که نبرد شروع میشه، سر دنیل با اولین تیری که از کمان خارج شده بود کشته میشه. به همین دلیل هیچ وقت نمیتونه به تالار قهرمانان بره. حالا 100 سال از اون قضیه گذشته و اون جادوگر دوباره سر و کلهش پیدا شده. اون همه سربازای خودش که در طول نبرد کشته بودن رو دوباره زنده میکنه. یه خب خوشبختانه سر دنیل هم به عنوان یکی از اوناست، یعنی اون هم زنده شده. ولی حالا قصر کاری که 100 سال پیش نتونست انجام بده رو به اتمام برسونه، یعنی این جادوگر رو شکست بده و بتونه جای خودش رو در تالار قهرمانان باز بکنه. شماره 3، تینیج زامبی اینویژن اف ایلین برین. اما خب حالا میریم سراغ یکی دیگه از اون بازی‌های عجیب و غریب که داستان واقعا باحالی داره. در بازی تینیج زامبی یک سری بیگانه یا آدم فضایی به زمین حمله کردن. اونا به تکنولوژی دست پیدا کردن که میتونه مغز انسان‌ها رو کنترل کنه. به همین دلیل ارتش زمین خیلی راحت شکست می‌خوره. تنها راه نجات زمین حالا به عهده کسایی که مغز ندارن، یعنی زامبی‌ها. توی این بازی شما در نقش 3 تا زامبی مختلف میتونید ایفای نقش کنید و با این بیگانه‌ها مبارزه کنید. شما در طول این بازی میتونید بین 3 تا زامبی خودتون سواب کنید و مراحل رو به اتمام برسونید. بعضی جا هستن که شما میتونید از زامبی استفاده کنید که پشتش شاخک داره و میتونه از روی تناب عبور کنه، یا مثلا بعضی جا فقط میتونید از این زامبی لاغر استفاده کنید، چرا که اون میتونه از قسمت های باریک عبور کنه و با اسکیت بورد خودش به جایی بره که بقیه زامبی ها نمیتونن. اما اگر به جایی نیاز داشتید که باید ازش بالا برید، میتونید برید سراغ این زامبی، چرا که قدش از همه بلندتره. تینیج زامبی هم داستان باحالی داره و هم گیم پلیش قابل قبوله. پس اگر دنبال بازی میگردید که توش در نقش زامبیا باشید، حتما این یه دونه رو تجربه بکنید. شماره 2، 3 Dead Zed.
اما خب حالا بریم سراغ یک بازی پلتفرمی دیگه که به شدت از تینیج زامبی اینویژن اف ایلین برین الهام گرفته، چرا که توی اون هم شما 3 تا زامبی مختلف دارید که در جاهای مختلف میتونید بینشون سواب کنید و از قدرتاشون استفاده بکنید. زامبی کوچیکه که به درد فشار دادن دکمه ها و عبور کردن از جاهای باریک میخوره، زامبی 4 دست و پا که حسابی سریه و به درد بالا رفتن از موانع میخوره، زامبی هالکتور که به درد خورد کردن موانع میخوره. خوشبختانه داستان بازی 3 Dead Z با تینیج زامبی فرق میکنه، چرا که توی این بازی شما توسط یک گروه از دانشمندا به وجود اومدید و حالا باید یک سری آزمایش مختلف رو رد بکنید، یعنی یه سری مغز جمع بکنید و حتی هر از گاهی گربه ها رو نجات بدید. اما هدف اصلیتون اینه که از آزمایشگاه فرار کنید و به حساب کسایی که شما رو درست کردند برسید. شماره 1، استاپ د زامبی. اما قطعاً بهترین بازی که به شما اجازه میده در حالت کلاسیک به جای یک زامبی بازی بکنید قطعاً استاپ د زامبیه، جایی که شما از قبر خودتون دقیقاً به شکل زامبی های معمولی که ما اکثرا توی فیلم ها دیدیم بیرون میایید و بعد به شهر حمله میکنید تا اینطوری مردم شهر رو تبدیل به زامبی بکنید و ارتش خودتون رو قوی تر بکنید. احتمالاً الان دارید به خودتون فکر میکنید داستان پشت این قضیه چیه. خب داستانش خیلی جالبه. استاپ قبل از اینکه تبدیل به زامبی بشه یک دست فروش بود که با دختر میلیونر آشنا میشه. اونا تصمیم میگیرن با هم دیگه ازدواج کنن. اما وقتی که پدر دختر میرسه استاپو میکشه و بعد جنازه‌شو میندازه بیرون شهر. حالا بعد از گذشت 20 و چند سال استاپ از قبر بلند میشه تا اینطوری بره انتقام خودشو از اون کسی که کشتتش بگیره. اونم با نابود کردن شهر. همونطور که بهتون گفتم این بازی دقیقاً شما رو در نقش یک زامبی کلاسیک قرار میده. یعنی یک مرده متحرک که خیلی آروم راه میره، رنگش تقریباً سبزه و مغز قربانیهای خودش رو میخوره. به همین دلیلی که من اونو توی لیست خودم در رتبه اول آوردم. خب بچه‌ها اینم از ویدیوی امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم بازی دیگه میشناسید که میتونید توش در نقش زامبی باشید؟ حتماً توی کامنت‌ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با ویدیو امروز حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم از خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.